کاهش روابط دیپلماتیک با بریتانیا و تجدید نظر در روابط با فرانسه و آلمان در دستور کار مجلس قرار دارد. در چند روز گذشته تنش‌ها میان جمهوری اسلامی با بریتانیا بالا گرفت. از دیوارنویسی و نصب بنرهای حکومتی در تهران مقابل سفارت بریتانیا برای چندمین بار گرفته تا زمزمه کاهش سطح روابط سیاسی دو کشور. این در حالی است که همچنان جمهوری اسلامی با نگاه به شرق از اقدامات چین دفاع می‌کند. این موضوع رو با حسین آقایی به گفتگو می‌ذاریم. پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک مقیم ترکیه. آقای تنش‌ها میان جمهوری اسلامی با اروپا و غرب از آغاز سرکوب معترضان در ایران آغاز شد. تحریم‌های متقابل و تهدیدهای پی در پی، پیش‌بینی شما چی از این روابط؟ خب تنش‌ها بین جمهوری اسلامی و غرب قبل از شروع انقلاب زن زندگی آزادی بین حالا جمهوری اسلامی و غرب وجود داشته، اما به نظر می‌رسه که این تنش‌ها بعد از مشخص شدن حمایت نظامی جمهوری اسلامی از روسیه در جنگ اوکراین، حالا به شکل ارسال پهپادها فعلا و بعد از این مسئله بروز انقلاب در ایران دیگه به اوج خودش رسیده و الان می‌بینیم که به هر حال توی مذاکرات اتمی از قبل این بن‌بست بوده، ولی خب میگم این الان تنش‌ها به اوج خودش رسیده و فکر می‌کنم که غربی‌ها اگرچه یک اقدامات بسیار مفیدی رو انجام دادن، خب در واکنش به اقدامات جمهوری اسلامی به خصوص در زمینه این خیزش انقلابی مردم ایران، ولی اینها تا کاملا به این معنا نیستش که کل اون پنجره گفتگو با تهران رو بسته باشن. البته مذاکره با جمهوری اسلامی با توجه به اقدامات جنایتکارانه که حکومت انجام داده بسیار بسیار سخت است، با توجه به اینکه آمریکایی هم گفتن به خصوص آقای رابرت مالی که ما تمرکزمون دیگه روی مسئله مذاکرات نیستش، الان روی مسئله انقلاب ایران هست. ولی با این حال به باور من غربی ها سیاست انتظار رو فعلا در پیش گرفتن، یعنی منتظرن ببینن که چه تحولاتی در داخل ایران رخ میده و چه تحولاتی در جنگ اوکراین، حالا مشخصا اون نقش جمهوری اسلامی در اون، و اگر این وضعیت، یعنی رفتاری که داره جمهوری اسلامی در داخل ایران انجام میده و رفتاری که در بعد بین المللی انجام خواهد داد به صورتی باشه که تشدید تنش بکنه، اون موقع به نظر من روابط تهران و کشورهای غربی به خصوص آلمان و فرانسه و بریتانیا به شدت بغرنج خواهد شد. کما اینکه اسماعیل کوسری هم امروز گفته که ما میخوایم این حالا روابطمون با انگلیس رو در واقع در موردش کاهش روابط رو در نظر بگیریم و با فرانسه و آلمان میخوایم در واقع تجدید نظر بکنیم. ولی برای همه چیز رب داره به اینکه چه تحولاتی در داخل ایران رخ بده و چه تحولاتی در مورد جنگ اوکراین. آقایی در آغاز انقلاب کسانی که به هر حال طرفدار جمهوری اسلامی بودند به سفارت آمریکا حمله کردند در حقیقت، و اون رو لانه جاسوسی نامیدن. حالا هم سفارت بریتانیا انگار مد نظر جمهوری اسلامی، لانه تجزیه طلبان اسممون رو گذاشتن. شهرداری تهران مقابل سفارت بریتانیا بنرهای با شعارهای ضد دولت بریتانیا نصب میکنه. در عرف سیاسی و بین المللی این کار چه معنایی داره؟ ببینید، خب اگرچه هیچ دولتی کاملا مجاب به این نیستش که تحت هر شرایطی روابط دیپلماتیک خودش رو با دولت دیگری حفظ بکنه، ولی زمانی که روابط دیپلماتیک داره، حالا چه در سطح سفارتخانه و کنسولگری و سایر این موارد، نمیتونه از قواعد و الزاماتی که در کنوانسیون وین در مورد روابط کنسولی هست و در کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک بخواد ازش عدول بکنه. و مشخصا در کنوانسیون وین اگر شما نگاه بکنید توی ماده 23 و 24 به وضوح اشاره شده که کشور میزبان باید تمامی اون الزاماتی که برای تامین امنیت اون سفارتخانه ها و اماکن دیپلماتیک هست باید در دست در واقع تامین بکنه و اون رو برقرار بکنه. ولی خب جمهوری اسلامی به باور من آنچنان تحت فشار هستش، حالا چه در بعد داخلی و چه در عرصه بین المللی، حالا چه در رابطه با مسئله بنبست اتمی که وجود داره و چه در مورد مسئله جنگ اوکراین، نقش جمهوری اسلامی در اون و مهمتر از همه اون رفتار وحشیانه که در داخل نسبت مردم نشون میده، که عملا اینها واکنش هایی هستش که داره در مورد این که واقعا تحت فشار هست نشون میده. کما اینکه ما داشتیم در دی ماه 1394 حمله شد به سفارت عربستان و بنابراین اینها تبعات بین المللی و حقوق بسیار زیادی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه، ولی فکر میکنم به هر حال اینها تماما رفع پیدا
میکنه به فشار بسیار سنگینی که داره جمهوری اسلامی هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین المللی باش مواجه هست. آقای اشاره کردین به سیاست انتظار غرب و اینکه این کشورها منتظرن ببینن که شرایط داخلی ایران به کجا ختم میشه و به هر حال مناسبات سیاسی خودشون رو بر مبنای اون تنظیم میکنن. جمهوری اسلامی بریتانیا، فرانسه و آلمان رو تهدید میکنه برای اینکه از معترضان ایران دفاع میکنن و یا تحریم هایی رو در این راستا، تحریم های حقوق بشری رو اعمال کردن. از آن سو از چین تشکر میکنه با اینکه این کشور درباره تمامیت ارضی ایران موضع گیری کرده. این سیاست های دوگانه و نگاه به شرق جمهوری اسلامی رو شما چطور تفسیر میکنید؟ به باور من جمهوری اسلامی در رابطه با موضع گیری چین بعد از سفر شی جینگ پین به عربستان کاملا دچار شوک شده. یعنی جمهوری اسلامی که در ماهای گذشته سعی می‌کرده اینجوری القا بکنه در افکار عمومی که با توجه به اینکه در تنش هستش با غرب از سر برنامه اتمی، در راستای اون سیاست نگاه به شرق، روسیه و چین از نگاه جمهوری اسلامی متحدان راهبردی این حکومت هستند، ولی خب می‌بینیم که عملا اون موضع‌گیری چین بخصوص در مورد جزایر سگانه ایرانی در خلیج فارس عملا همسو با امارات هستش و کاملا به نظر من جمهوری اسلامی از این مسئله شوکه شده و واقعا چینی ها جمهوری اسلامی رو تو این مسئله در بهت و حیرت فرو بردن. به خاطر همین هستش که ما یک سری اظهار و نظرهای خیلی زد و نقیز رو حتی داخل خود حکومت نسبت به این موضع‌گیری چین میبینیم. مسئله دیگه این هستش که من فکر میکنم که بعیدم نیست حتی اگر پوتین از این قمار بزرگی که در اوکراین انجام داده جان سالم در ببره، حتی ممکنه روسیه همچین رفتاری رو در تضاد با منافع ملی ایران و در واقع در شرایطی که میتونه این کاملا شوکه بکنه باز جمهوری اسلامی رو اتخاذ بکنه. بنابراین تو اون مسئله چین من فکر میکنم که واقعا سردرگم هستن مقامات جمهوری اسلامی و چینی ها. ببینید اگر به صورت راهبردی نگاه بکنیم، چون میبینن که عربستان یکی از بزرگترین صادرکننده نفت برای چین هستش، امنیت انرژی برای چین به غایت مهم هست بخصوص در منطقه خاورمیانه، و چون میبینن از طرف دیگه روسیه به خاطر جنگ اوکراین تمرکز راهبردش به هم خورده و موقعیتش در منطقه خاورمیانه تضعیف شده، دارن تلاش میکنن که از لحاظ اقتصادی بتونن جای روسیه رو بگیرن. بنابراین چینی‌ها به باور من به این نتیجه رسیدن که نمیتونن دیگه روی اسب بازنده شرط ببندن و به خاطر همین هستش که این چنین موضع‌گیری‌هایی رو میکنن، چون اونها بلند مدت فکر میکنن، در حالی که مقامات جمهوری اسلامی کوچکترین درکی از قواعد حاکم بر نظام بین الملل ندارن. نظام بین المللی که در اون نه دوست دائمی هست و نه دشمن دائمی، فقط و فقط منافع ملی کشور هاست که تعیین میکنه اونا چه رابطه‌ای با هم داشته باشن، ولی جمهوری اسلامی منافع ملی ایران رو به در واقع به یغما داده است. حسین آقای همراه ما بود، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک مقیم ترکیه.